بازار خرید آیفون خیلی بدون داستان و صاف و ساده و کم هرج و مرج بود. تو آیفون 13 یه چیز دیگه هم اضافه شد، اکتیو و نان اکتیو. سلام هیلاتلیه عزیز، امروز میخوام راجع به گوشی‌های جدید آیفون و این داستان پیچیده‌ای که اضافه شده به بقیه داستان‌های بازارش صحبت کنم، که میگن گوشی اکتیو داره، نان اکتیو داره. چجوری تشخیص بدیم اصلا اکتیو بودن چی هست و اگر خواستیم گوشی اکتیو بخریم باید به چه نکته‌هایی دقت کنیم. اگه قصد خرید آیفون داشته باشید یا بعداً بخواید یه روز آیفون بخرید، حتما این ویدیو به دردتون می‌خوره. پس اینو سیو کنید، فکر کنم موقع خرید راهنمای خوبی واسهتون بشه. حالا بریم سراغ ادامه داستان. قضیه از این قراره که الان که می‌خواید گوشی بخرید، مخصوصا سری 13، یعنی تقریبا فقط سری 13، هر مدلیش علاوه بر اینکه گارانتی داره، نمیدونم شرکت‌های مختلف داره و داستانای دیگه، یه چیزی فروشنده به شما میگه و یه آپشنی جلوی شما میذاره که شما رو مردد می‌کنه که کدوم انتخابو داشته باشید. بهتون میگه که گوشی نان اکتیو میخوای یا گوشی اکتیو، با یکی دو تومن اختلاف قیمت. مثلا تو 13 پرو مکس خب عدد قابل توجهیه. بعد از اون شما طبیعتا میخواد بدونید خب فرقش چیه، تفاوت چیه، و این قضیه و این داستان از اینجا شروع میشه وقتی که فروشنده به شما میگه هیچ فرقی هم نداره. حرف فروشنده هم میتونه درست باشه هم غلط. و بریم سراغ این که اصلا اکتیو بودن چی هست و چجوری میشه تشخیص داد. طریقای مختلفی داره واسه اینکه بتونید بفهمید گوشی اکتیو شده، هم اپلیکیشن، هم سایت اپل، هم چند تا راه دیگه که بهتون تو ادامه ویدیو میگم. و اکتیو شدن یعنی فعال شدن گوشی، یعنی این گوشی قبلا روشن شده، اکتیویت شده و حالا طبیعتا دیگه آکپند و نو نیست، اولین باری نیستش که روشن میشه. حالا بریم ببینیم که اصلا چرا تو بازار ایران این قضیه وجود داره. خیلی حرف و حدیث ها متفاوته ولی موثق نیست. چند تاشو میخوام بهتون بگم واسه خودم جالب. یه سری هم میگن شرکت ایرانی نمیتونن به صورت رسمی برن یه تعداد خیلی بالای آیفون آکپند وارد بکنن، واسه همین میرن آیفون اکتیویت شده وارد میکنن، چون در اصل اونا انگار تو اون کشور فروش رفته، بعدا دست دوم میارن تو ایران. دست دوم هنوزم نیست، بعد از اکتیو شدن، و این قضیه کمکشون میکنه. این یه جورایی نقض میشه به خاطر اینکه آیفون نان اکتیو هم خیلی زیاده تو بازار. یه سری دیگه میگن با توجه به اینکه تو دبی خودش هم باز هم نان اکتیو هم اکتیو موجوده، حتی خارج از بازار ایران در واقع، نکنه خود اپل داره این کارو میکنه که مثلا یک کم بتونه یه جای سوداوری بیشتری داشته باشه، با قیمت بازی بکنه. ولی با توجه به اینکه فکر نمیکنم غیر از دبی و ایران جای دیگه موجود باشه و خیلی جاهای دنیا اپل استور هست و مردم از اپل استور خرید میکنن و سایت های رسمی قیمت اعلام میکنه، این قضیه خیلی دور از ذهنه و احتمال زیاد من که باورش نکردم اینطوری بهتون بگم. و در نهایت هم یه سری میگن به خاطر تحریم‌های مالی و شرایط واریز پول و پیچوندن این داستان بانکی و ایناست که اینا رو ما نمیدونیم واقعا. هیچ کدوم اینا موثق نیست و فقط یه آدمی که واقعا تو این سیستم باشه میتونه بیاد دقیق بگه قضیه چیه. حالا اینا رو بذاریم کنار، بریم سراغ اینکه این چه خطراتی واسه ما داره و کجا میتونیم که مثلا جلو خطرات رو بگیریم و چیکار باید بکنیم. منظورم از خطرات اینه که شما نتونید تشخیص بدید تفاوتی که بین گوشی اکتیو نان اکتیو هست و از اون ور تفاوتی که بین گوشی دست دو و گوشی اکتیو شده هستش. واسه همین اول بیاید نان اکتیو و اکتیو رو بهتون توضیح بدم. اگه یه گوشی شما می‌خرید و می‌خواد چک کنید که این اکتیو شده یا نشده، خیلی راحت میتونید برید توی سایت خود اپل، چک کاورج apple.com، و اونجا سریال گوشی رو بزنید. اولش یه گزینه میاد که می‌خوای گوشی رو اکتیو کنم، اگه این بیاد یعنی طبیعتاً قبلا انجام نشده و این اولین قدمیه که داره برای اکتیو شدن این گوشی انجام میشه. و از به بعد اون گوشی 12 ماه گارانتی بین المللی داره. اگر این گزینه نبود و باز کردید و دیدید تاریخ انقضای گارانتی خورده، مثلا 10 ماه دیگه، بدونید یعنی اینکه 2 ماه قبل این گوشی فعال شده و تاریخ فعال سازیش خیلی راحت مشخص میشه. به اضافه اینکه حالا از طریق خود گوشی هم میتونید اکتیو کردن انجام بدید. همون که گوشی رو روشن میکنید باز خودش میپرسه که میخواین این گوشی رو اکتیو بکنی، و شما طبیعتا باید بزنید بله که بره تو مراحل بعد. و اگه نپرسید یعنی این گوشی قبلا یه بار اکتیو شده که این سوال دیگه ازتون نپرسید. پس تا اینجا کار این آیفون ها هیچ فرقی با هم دیگه ندارن، فقط به خاطر اختلاف قیمتی که حالا یکی دو تومن هستش تو بازار، شما باید بدونی که گوشی مثلا اکتیو شده رو به اسم نان اکتیو نخرید. همین. اما داستان از اینجا شروع میشه که چجوری فرق بین یه گوشی دست دو و یه گوشی اکتیو نو رو بتونیم تشخیص بده.
ممکنه یه گوشی 3 ماه قبل اکتیو شده باشه و هیچ استفاده ای نشده باشه، از اون ور ممکنه یه گوشی 3 ماه قبل اکتیو شده باشه تو این 3 ماه هم استفاده شده باشه. چه جوری باید فهمید؟ اگه یادتون باشه یه پست خیلی خفن راجع به یه اپلیکیشن توی پیجمون گذاشتیم به اسم یوتولز، اپلیکیشن خیلی کاربردی بود واسه همه کارهای آیفون به درد می‌خورد. یه دونه از کاربردش هم اینجاست. کاربردش اینه که تعداد دفعات شارژ گوشی رو نشون میده. شما با وصل کردن گوشی و رفتن تو اون اپلیکیشن میتونید ببینید این گوشی تا حالا چند بار شارژ شده. یه گوشی اگه 6 ماه قبلم اکتیو شده ولی تعداد دفعات شارژش صفره، گوشی نو و آکبنده. از اونور یه گوشی اگه 10 روز قبل اصلا اکتیو شده ولی مثلا یهو 2 بار 3 بار تعداد دفعات شارژشه، خب این گوشی دست دوه. خیلی راحت شما با این اپلیکیشن میتونید که ببینید این گوشی شارژ شده یا نه و طبیعتا به تبع اون دست دو هست یا اینکه نه نوه و فقط اکتیو شده. بعضی هم دلشون به پولون و بسته‌بندی خوش میکنن و سعی میکنن از رو اون قضاوت کنن که به نظر من خیلی روش اصولی نیست. شیرین که نداره سری آیفون 13، حالا شیرین هم داشت تازه باز امکان پذیر بود، ولی اون بعد از پولومه واقعا امکان پذیره که این روز اول دوباره حتی برای یه گوشی دست دو از اول همه چیشو بچینن و اون بعد از هم بزنن و شما متوجه نشید. بالاخره تو ایران زندگی میکنیم دیگه، این چیزا هست. به نظر من اصولی ترین راه همین راهایی که بهتون گفتم، استفاده از اپلیکیشن برای دست دو بودن و برای زمان گارانتی و کلا اکتیو شدن و استفاده از سایت خود اپل. تو جمع‌بندی هیلاتلی باید بهتون بگم که با توجه به اینکه گوشی اکتیو خیلی تو بازار هست و خیلی از گارانتی‌های معتبر گوشی‌هاشون اکتیوه، اصلا جای نگرانی نیست این فکر کنید او چه خبر و اینا. من فقط یه توضیح دادم که بدونید خیلی با خیال راحت میتونید گوشی اکتیو بخرید، نوع هیچ اتفاقی هم واسش نمیفته، هیچ فرقی هم با بقیه گوشی‌ها نداره. اتفاقا به خاطر همون یک کم ارزان‌تر بودنش به نظر من خودم منطقیه، مرغوم به صرفه‌تره و شاید خودم باشم راستش این کارو حتما انجام بدم. فقط چک می‌کنم که بالاخره با آگاهی این کارو انجام داده باشم، چیزی که همیشه بهتون میگم. دمتون گرم که ما رو حمایت میکنید و این ویدیو رو دیدید. مرسی.